با تقدیم سلام مجدد، سپاس فراوان از تمام هموطنان عزیزم از سرتاسر جهان در روزهایی که من و خانواده هم مصروف مرگ پدر بودیم. آنچه را من و خانواده هم در چند روز گذشته تجربه کردیم، روزهای تلخ و فراموش ناشدنی که دیدیم، فقط محبت و غمشریکی صادقانه هموطنان عزیزمان بود که تسلیت ما داد و از انبوه غمهای ما کاست. واژه‌ای نیافتم تا جبران محبت‌های شما عزیزان را کنم. ناتوان‌تر از آنم که پاسخ به محبت‌های شما در روزهای دشوار زندگی خود بدهم. حرف من برای شما تقدیم چند پارچه شعر است از مهدی ساحلی که امیدوارم مورد قبول شما سروران گرامی قرار بگیرد. دلچوبی یاد خدا شد نیست، دل گور است سرد. ای عزیزان، این شما را واپسین پند است و بس. هر کجا باشید دل را با خدا دارید خوش. نور باران دل است یاد خداوند است و بس. من سبکبارم، غم بود و نبودم نیست نیست. گر غم دارم، غم امروز و فردای شماست. دل ز مهر آفرینش کنده هم، ای همدمان. گر دل ویرانه باشد مرا، جای شماست. بر دها دست برارم تازه مهر ازدی، سرزند مهتاب خوشبختی ز ایوان شما. بختتان پیروز و فردای شما بر کام باد. بختتان پیروز و فردای شما بر کام باد. جانتان بیرنج، ای جانم با قربان شما. جانتان بیرنج، ای جانم با قربان شما. واقعا در روزهای تشییع جنازه و فاتحه داری هموطنان ما بر ما منت گذاشتن، مخصوصا دیروز یک شنبه که صدها تن از هموطنان ما نه تنها از شهر تورنتو بلکه از شهرهای دور و نزدیک مثل گالف، کچنر، لندن، آشوا و مسجد شریف امت نبوی تشریف آوردن و تسلیت گفتن به ما که خداوند بزرگ اجرشه نصیبتان کنه. بعد از ختم قرآن عظیم الشان، یک تن از مخلصین پدر مرحوم آقای عبدالحسن نوری در برابر هموطنان چنین ادای مسئولیت کردن: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به نام خداوند حی قیوم که اول است، دیان که پیش از او اولی باشد،
و آخر است بیان که پس از او آخر باشد. خداوند که دیده های بینندگان از دیدنش برو مانده و اندیشه های توصیف کنندگان از وصفش عاجز شده، منزه است نام های او و پیاپی صداق بیکران او در حق ما و صلواتنا محصور و تحیاتنا محدود نثار ارواح پاک سرور راهنمایان دین پیشوای اهل یقین محمد امین رسول الله صلی الله علیه و آله و آل بیته و اصحابه و سلم که ما را به جهان بینی پرستش خدای واحد جلد عظمت او رهنمون گردید. و با عرض سلام مجدد خدمت شما عزیزان، عزیزان در قلب غم نشسته و با عرض سلام به کسانی که اندوه مرگ عزیزان، اندوه از دست دادن عزیزان امروز قلبهایشان را تش گرفته است، هیولای وحشتناک درد همه دوستان غمگسار را به سخره های از کوههای درد میکوبد ذره ذره پارچه پارچه میکنند. اما چی کنیم؟ حیف، حیف که خوبان از دست ما رفتند. اگر ما و شما گرند سکه ها را ببینیم و کتاب هندوها به نام گیتا را مطالعه کرده باشیم، نیروانای بودا را مطالعه کرده باشیم، انجیل، فرقان، زبور و تورات را مطالعه کرده باشیم، همه اینا ما را به بهشت وعده میدهند، بهشت را به ما دعوت میکنند. قدیسین، صدیقین، طاهرین، زاهدان، مجاهدان همه میگویند که در بهشت رفتند. امان بهشت، با امان عظمت، با امان شان، با امان شوکتی که خدا به ما وعده داده است، آن را در پای مادر، زیر پای مادر و کلید دخول شدن به بهشت در دست پدران ماست. همو پدر گران مایه، همو حمای رحمت خدا، همو نعمت خدا، همو مزرعه دار باغبان خوشبختی ما انسان ها، وقتی که میمونه آنن نامش تغییر میکنه از پدر به میت، به مرده، به جنازه. مادر ناظرینه که بهشت در پایش است، فورا نامش به جنازه تغییر میکنه. فرزندانی که وقتی به دنیا می آید مادر پدر اسم برش می گذارد، ولی وقتی که می مرد بر بار دوم باز پدر اسمش میت می گذارد، جنازه می گذارد. و این میت و جنازه وقتی که در قبرستان می ره، اولین کس که سر از این خط می اندازد امین پدر، امین مادر است. ما می بینیم که یا فرزند است یا همسر است. می بینیم که قرآن عظیم الشان در مورد همین مسائل چی میگه؟ قرآن عظیم الشان در آیه مبارک، سوره مبارکه آل عمران، آیه مبارکه 121، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، می فرماید الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. این ترجمه آیه مبارکه را ما برای شما میخوانم، بعد ادامه ترجمه آیه مبارکه است که آنهایی که در هر حالت استاده و نشستن و خفتن خدا را یاد کنند و دائم فکر در خلقت آسمان و زمین کرده و گویند پروردگارا تو این دستگاه با عظمت را بیهوده نیافریده ای، پاک و منزهی، ما را به لطف خود از عذاب و دوزخ نگهدار. تفسیر کوچک مفسر، یعنی ای پروردگار تو این عالم پر اسرار حکمت و با انتظام کامل را به عبث و بازیچه نیافریده ای، بلکه کار در نظام آفرینش همه از روی حکمت و غایت است و عنایت است و از روی علم و مصلحت و غایت رد و احسان است و ابدا تو منزه و مرا از هر نقص و عیب و کار بیهوده خواهیم بود. ولی میگوییم که پدر نازنین من مرد، کلیدار بهشت مرد، ولی امای رحمت مرد. چه نوع حکمت است دهی؟ چه نوع هفته است دهی حکمت؟ کجا از این حکمت است؟ عزیز ما از پیشم رفت، باغبان خوشحالی از دستم رفت. اصلا ما سوال میکنیم مسیحان گرامه که در کجا از این حکمت است؟ برفرض اگر پدر من 100 سال، 200 سال، 300 سال در شفاخانه مریض می بود، تبدیل به اسکلت می شد و شفاخانه فشار می آورد، دکترها فشار می آوردن که مریض تانو بکشه
ولی مرگ به سراغی نمی آمد. مرگ قاچاقی نمی دانستیم به دست بگیریم، مرگ را نمی دانستیم جای بفرستیم، این مرگ بار دوش ما بود. اینجاست که اصرار حکمت خدا اینجا تثبیت میشه که خدا واقعا در این نظام هستی، در نظام آفرینش، در نظام خلقت یک اصرار برای ما بسود انسان ها در نظر گرفته است. ما زیاد نمیگویم که چون وقت نماز است با یک شهادت عرایز ما را کوتا میکنم. جناب مرحوم مغفرت یافته شاروال صاحب محمد یعقوب حسن را همه میشناسیم، یک انسانی بود که همیشه دروازه ازی بروی همگان باز بود. یعنی هر کسی که از قدیمه او را میشناسه به شکل نان نمک از او بخورده بود، چایش خورده بود، بسیار با آغوش باز با پیشانی گشاده است، بسیار از ماها پذیرایی کرده بود. من نمیدانم که هر روز در خانه میمان ببرم، شاید از زنم بترسم، شاید از بچه‌ام، شاید از عروسم، ولی این مرد خدا چه اقتدار داشت؟ چه نوع مثلا زندگی رو کنترل میکرد؟ چه نوع یه حاکم بود بر سرنوشت خود، بر خانواده خود؟ هر کسی نمیشه شاهد است که تعداد از ما به شکل در خانه زیر رفتیم، نان نمک زیر خوردیم، اما در مهربانی ها ازی، اما در شفقت از این مرد بزرگوار، اما در تمام حسن نیت این مرد بزرگوار، یادتان باشه که همسر گرانمایش خانم مهربانش نقش داشت. اگر خانم من در من اجازه ندارم و هیچ وقت بیمار در خانه بردن نمیتونم. هر نیکی که در زندگی خود محمد یعقوب حسن شوربال مغفرت یافته کرده، در این خانمش نقش داشته، دخترایش نقش داشتن، بچهش نقش داشته. و راست میگه نصیر خالق گفت پدر من بسیار بسیار فقیر رفت و او یک فقیر مستغنی بود. از نظر مادی شاید چیزی نداشت، اما از نظر مدنی یک انسان غنی بود. تمام دردمندان، تمام نیازمندان، تمام بیچارگان، تمام مستمندان به دروازه ازی که میرفتی، این همیشه به قول امو مهدی سویلی میگه که به هر جا ناتوان دیگی توان باش، به سود مردم خاموش توان باش، ستم کش را چو دیدی برر شد، ستمگر را چو مشت بر دهان باش. این مرد خدا همیشه به سود ضعفا بود، به زوف و به نفع مستعمندا بود، در پله ترازوی نادارا و فقرا قرار می گرفت. به شکل اعتراض خدا ممکن است تند بود، تلخ بود، ترش بود، اما در تلخی ازی، در ترشی ازی، در تندی ازی یک زیور به نام حقیقت نهفته بود در دفاع از حیثیت بیچارگان و غریبان. خدا کنه امی شهادت ما برایش یک روزره رست بهشت بگشاید. من دیگه گفتنی ندارم. فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المسلمين الحكم لله انا لله و انا اله راجعون. در آخر هم پیامی دارم از برادر بزرگم سناتور نثار عارض و پاسخ از محبت های شما سروران گرامی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد. من بسیار سپاسگزارم که امروز میتوانم از طریق تلویزیون امیدی 24 از همه هموطنان عزیز، از همه شهروندان عزیزم در شهر تورنتوی کانادا اظهار سپاسگزاری و اظهار امتنان نمایم. همه افغانهای عزیزم که در شهر تورنتوی کانادا تشریف دارند و در مراسم تشییع جنازه پدرم مرحوم شادروان محمد یعقوب حسن شرکت کردند و در مراسم فاتحه خوانی ایشان شرکت کردند، خیلی سپاس می دارم و اظهار می دارم که من باور پیدا کردم که حضور ایشان تنهایی نصیر خالد را کمتر ساخت و سنگینی بار غم رفتن پدر را کاهش داد. یک بار دیگر بدین وسیله از تمامی شهروندان عزیزم، از تمامی دوستان عزیزم، از تمامی شهروندان عزیز افغان در شهر تورنتوی کانادا اظهار سپاس می دارم. امیدوار هستم خانه هایتان مملو از شادی باشد، چراغ خانه تان روشن باشد، هر کجای باشید آبتان یخ و نانتان گرم باشد. با عرض حرمت سناتور نثار حارث
کابل افغانستان. بجاست که از همکاری و خبررسانی تلفن های خبری، تلویزیون های محلی، پیام افغان، نورین، زرین، آریانا و صفحات فیسبوک که هموطنان ما خبر رسانی کردند، همچنین از آقای عبید اورکزی که جریان را فیلم برداری کردند، تشکری کنم و از پایگاه عقیدتی خود در تورنتو یعنی مسجد شریف امت نبوی نیز اظهار سپاسگزاری کنم از کارمندان و مسئولینشان که تمام امکانات مسجد در اختیار ما قرار دادن. خداوند و اونا هم اجر عظیم بدهد. اما در اخیر بینندگان گرامی، ما واقعا شرمنده تک تک شما عزیزان هستم که نتوانستم در چند روز گذشته با تقدیم برنامه های همیشگی در خدمت شما باشم و شما بزرگواران هم ناگزیر بودین آنچی را من نشر کردم تماشا کنید. خداوند مهربان برای هر یکی از شماها اجر عظیم دهد و شادی های عالم را همراه با خوشبختی و صحتمندی نصیبتان سازد. هر کجای که هستین سبز باشین. به ادامه برنامه توجه کنید.
Thank you.
موتر فروشی و مکانیکی وی آی پی و فروش هر نوع تایر، مخصوصا تایرهای زمستانی با قیمت های مناسب، ترمیم هر نوع موتر در کمترین وقت و اجرت مناسب، کپیکشی و رنگ مالی، تبدیلی موبلایل، فروش موترهای دست دوم و مطمئن، سرتیفای موترهای شما، راهنمایی در قسمت خرید موترهای دلخواه دار. با مدیریت سالم شهروان. تصادف موتر داشته اید، جراحات جدی و شدید برداشته اید، دچار صدمات مغزی شده اید، معلول و عیبی شده اید، کمپانی بیمه به شما پول پرداخت نمی کند، توانایی رسیدگی به خانواده را ندارید، در اثر زمین خوردگی صدمه دیده اید، تشویش نکنید. هموطن خودتان نوریا کامران با تجربه های موفقانه در بهترین دفتر وکلای کانادایی وندی ساکلاف با شماره تلفن 905-903-8407 در خدمت شما. Congratulations! I won your case! I'm so happy my case is finally over. Let me get your settlement check. And here it is. Wow, Sokla Flores, you really are the best. Thanks! نوریا کامران در دفتر ساکلا فلورز در خدمت شما. مشوره اول و مشوره دوم به طور رایگان.